أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر اسلامی مؤمنین خدا اماتون خانه خدا برادر خوش آمده سوره بقره پاره سوم قرآن آیه رقم 285 از سوره بقره تمام شبیه های سوره بقره آیه رقم 284 آیه رقم 285 آیه رقم 286 آیات های توحید هم آیات های چین عزیزا؟ توحید قرآن هر یک سورش وقتی که سر می شود سرشویش یک بخشی الهیده داره بینش مقصد های آخر مقصد اساسی های هر یک سوره قرآن اولش بینش آخرش اهمیتی سوره بقره اولش به توحید سرشدگی بود اولش به چی سرشدگی بود؟ توحید خدا شناسی پنج آیت مفلحون کیا بودن بعد از او درباره یهودیت بحث شد درباره آیین زندگی بحث شد درباره طلاق بحث شد درباره مقصد حج بحث شد در مسئله بنی اسرائیل اومد اومد مسان و همه بخشا را ما برای شما یک تا با یک تا بیان کردیم نفقه و صدقه و همین بخشای تمدن شناسی را آخرش آمد آیه پیشتر درباره همین بود که ای مردم لله ما فی السماوات و ما فی الارض این آسمان و زمین بو با خودش روبر دارو خدای ما گفتیم که کسی چیزی میخواهند نمیخواهند باید ایران فراموش نکنیم که خدا هم کاری خشم میکنه اینا باید ما فراموش نکنیم که خدا هم نظام خودش داره خدا هم برنامه های خودش داره با ایران ما باید فراموش نکنیم عزیزا انا که آیت های توحید معنیش همینه که خدا شناسی مردم چیزی هست نیست خدا را یو تو نبروری اخی بخش اول همین بود بخش دوم همین بود که آمن الرسول انا همین چیزی که در شریعت پیغمبر هست چیزی که یکم در قرآن هست دوم چیزی که در سوره بقره بود ایره ایوتو نبروری آمن رسول همه این ده محمد خودش ایمون داره یکم صلی الله علیه و سلم شما گمان نکنی میگه همه امیده یکم رسول الله ایمون داره انا می توحید های یکم چی بوده عزیزا داره دویم توحید پیشترک گذاشت که این ملک زمین و آسمان همه خدا های دویم توحید چی میگه آمن رسول این محمد صلی الله علیه و سلم چیزی که در قرآن است چیزی که در سوره بقره هست اول این خودش ایمان دارن همیده این خیلی گمان نکنیم که رسول الله مقصد دیگه طایفه ای موجود های نه اول تمامی قرآن برای رسول الله می بیو رسول الله ایمان می بیارن با مدگه بزنن وقتی که قرآن یهود لعنت کرده پیامبر امام لعنتش کرده وقتی که قرآن ریباخر لعنت کرده پیامبر امام لعنتش کرده وقتی که قرآن زناکار لعنت گفته زناکار مقصد دیگه مورد عذاب قرار داده رسول ما مورد لعنت قرارش داده برای انامین در باید ما فکر کنیم که آمن الرسول پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان داره به همه چیزی که اومدگی است دویوم بی ما انزیل الی به هر چیزی که به پیامبر ما نازل شده به او ایمان داره من ربه از جانب خدا آمده و المؤمنون انا به دویوم مسلمان ها به رسول الله ایمان دارن چیزی که به رسول الله آمده به او ایمان دارن اینم از جانب خدا های برادر وقت ریبا حرام های فایز حرام های وقتی یهود دشمن اسلام های مقصد چیزی که در داخل سوره بقره از طلاق و از زکات و از صدقه و از شیطان شناسی و ای آدم و چیزی که در ایق سوره بقره ما مدت 5 سال های گفته استیم این همش ای جانبی چی بده؟ می ربیه ای جانبی چی بده؟ خدا این قول یگان ملائکه نیست قول خود رسول الله نیست این قول یگان شاعر نیست این قول یگان اکادمی علم سازی نیست این قول خود رسول الله هم نیست این قول الله های انا اینجا توحید معلوم می شود رسول الله بزرگ یا شهدای احد رسول الله بزرگ چون شهیدای احد نشوشته گور کردن
پیامبر اکرم شوشتا گور کردن شهید وقتی که میمره چکارش میکنن عزیزا؟ نمیشوانش همون شمشیر چایتانش میگیرن نایزه چایتانش میگیرن نگاه میکنن که اگر لباساش در کم و کاستگی باشن ایمو تا کفن کمتر پرگینش میکنن زیادش میکنن حتی محتاج کفن نیسته حتی محتاج نماز نیسته حتی محتاج شوشتن نیسته بنا همون چی گروش میکنن چوه شهید نشوشتن رسول الله را شوشتن چه رسول الله شهید بزرگ نیست؟ برای آن شوشتن که برای ما سنت شود پس مونده آدم ها را به همون قیاس کرده نشوان با نباشه پیامبر ای همه شهدا بزرگه چه با شوشتنش با ای بزرگیش؟ آمان رسول پیامبر یکم شریعت اطاعت میکنه فرق نیست پنج وقت نماز در شریعت در پیغمبر اول فرض میشود زکات اول در پیامبر فرض میشود روزه اول در پیامبر فرض میشود خداشناسی اول در پیامبر ای همش در اینها میبیایم برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان مراتبه بود در چقه نمیشود برای چی رسول الله در زنا چقه نمیشود برای چی رسول الله در ریبا چقه نمیشود برای چی پیامبر در چیز را که گناه چقه نمیشود معلومه که امر خدا نبوده یخی اگر امر الله میشد اولین بت پرست پیامبر خودش میشد معلومه که در بت امر خدا نبوده که پرستی شود آمن رسول خدا میگه اگر همه بت ها حق باشن یکم من ایمان میبرم میگه خمی یودا اگر همه ربا حلال باشه یکم من خدا میکنم همه کارا اگر همه کار درست میشن من میکنم وقتی که من نکردم دونه که خدای من همه را اجازت نداده برای نه همین ما ایمان داریم رسول الله ده یا نه البته کسی رسول الله ده ایمان نبیاره وای برادر عزیز ای دین برامده اگه مسلمان است آیت دیمی توحید آمن رسول بما انزل الی به این پیامبر فرود آمده این کتاب بزرگ من ربه ای جانب پروردگار معلوم بده که قرآن تربیت بده شریعت تربیت ای حدیث تربیت ای گفتار رسول تربیت ای همه اینها ده باید ما عمل کنیم که اینها تربیت هم و المؤمنون تمام مؤمن ها هم به خدا و رسول و کتابی که به رسول الله آمده ایمان داره ایمان هم به خالق می شود و هم به مخلوق خالق خدا های مخلوق کی های؟ رسول الله اگر ایمان هم به خالق نباشه هم به مخلوق ولی ما مسلمان نیستیم باید ما ایمان بیاریم رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه ربا حرام ای عزیزو نمیکنیم زنا حرام ای نمیکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به سطری حرام ای نمیکنیم عرق نوش حرام ای نمیکنیم چیزی را پیامبر برای ما حرام گفته حرام ای فاسد گفته فاسد ای ضرر گفته ضرر ای امر منکر ده میکنیم برای که آمن رسول این قرآن و این شریعت اول بر رسول الله اومده گه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همگی 16 آدم نوشته میتونسته چند آدم 16 آدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قرآن نازل میشوه پیغمبر کاتب وحی تاسیس دادگی حضرت علی حضرت عثمان حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت ابو موسی اشعری حضرت ابی ابن کعب حضرت ابوبکر صدیق حضرت زید ابن ثابت اینا کاتبان وحی هم وقتی قرآن نازل می شود حضرت پیش یا می بیاید پیامبر ما یک خط نوشته نمیتونه ایاد می خونه ایا می نویسن اگر پیامبر ما خط نوشته میتونیست با تهمتش می زدن که قرآن خودش نوشته گیا پیامبر ما نوشته نمیتونه پیش انمی ها میبیان میخونه یا مینویسن قرآن میگه و ما تا خود تو که بیمین ایک ای پیامبر تو تو یک به دستت یک خط نوشته نمیتونستی یک الیف ها نمیدونستی تو نمیدونستی ایمان چیه کتاب چیه تو نمیدونستی چیه را انمی خیلی نبی امی نبی که پیغمبری که خط نداره سواد نداره علم نداره یکان مکتب نخونده یکان دانشگاه نخونده امروز بینین که چی گونه پایتخت دولت علمه ما
برای که اول قرآن میبیا کاتبای وحیده اونها دا پیامبر میگه مینویسن. یا مراتبه بینین که اگر قرآن نویشته خود رسول الله میشد هیچ محل آدم خودش در کتابش چکار نمیکنه؟ خودش تا خطاب نمیکنه. آیتای قرآن همش برای رسول الله هم. یا ایها الرسول پیامبر، یا ایها النبی، ای نبی این خیل که نماز خون، این که امره، معلومه که امره دیگر جا گوش کرده میشوه، فرمان دیگر جا گوش میکنی. فرمان ها که برای رسول الله آمده گه هستن، معلومه که قرآن کلامی الله های. امروز در دنیا چی زبور میبینه، چی انجیل میبینه، چی تورات میبینه، چی صحیفه هایی که به ابراهیم و به شیس به حضرت نوح به ادریس علیه السلام آمد، یگان تای اونا فقط نام دارن، اساسی نیستن دیگه عزیز آقایو، همش تحریف شده دیگه. همه این انجیل امروزه میبینه، این انجیل اساسی نیست، این توراته که ما میبینه این هم نیست اساسی، همه اونها را تحریف کردن. یگانه کتابی که اساسش حق تغییر نیفته این قرآنه. ما فقط اینا را میدونیم که انجیل هسته، نامشون را فهمیدیم، اما لیکن ما عزیزا ایمان داریم همشتا، انمو تورات اساسی در ایمان داریم، انمو انجیل اساسی در ایمان داریم، انا همون زبور اساسی در ایمان داریم، انا همون صحیفه هایی که به دیگر پیامبر آمد اساسی بودن ایمان داریم. یک تای انا وید اگر ما ایمان نبیاریم با از دین میبرویم. چی میشم عزیزان؟ از دین میبرویم. کلون آمن بالله، هم پیامبر و هم مؤمنین خدا به الله ایمان دارن، به ملائکه ها ایمان دارن، به کتاب ها ایمان دارن، به رسول ها ایمان دارن. مسلمان و امت محمد صلی الله علیه و سلم لا نفرق بین احد من رسول، بین یگان پیغمبر جدا نمیکنه. مسیحی ها گفتن که ما عیسی دا ایمان داریم، موسی دا، محمد ایمان نیست صلی الله علیه و سلم. یهودی ها گفتن عیسی ولد زنا های، عیسی چی های؟ ای زنا به دنیا آمدگی های، این زناکار های، بیرونش کردن، ایمانش ندارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان ندارن، قبول ندارن، فقط میگه موسی، داوود، سموئیل، خلاص. اما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بینه همینجا کدامش حق یکه؟ حق در کجا هست؟ این همینجا معلوم میشه. هر کسی که گوه من عیسی پیامبر در ایمان ندارم کافیره. هر کسی گوه موسی پیامبر در ایمان ندارم کافیره. هر کسی گوه داوود و موسی در باور ندارم کافیره. یک پیغمبر در اگر ایمان نبیاریم و کافیریم. طبقه که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن 124,000 پیغمبر در لفظ حدیث، ای 20 تا 26 دانه او در قرآن آمده گید. ما پیغمبر را نمیشین و سمولی، همین ای 20 تا 26 دانش در قرآن آمده، همین بینی 20-30 آمده، پس مونده او در حدیث روایت ها آمده. ما نمیدونیم، ممکن نسبت 100 پیغمبر ما معلومات داریم، نکم 124,000 رسول آمده، پیغمبر آمده، نبی آمده، رسول آمده. ما نمیدونیم، ما کلن اجمالاً به همش ایمان داریم. سوال میشم، چرا از فرعون پیرامیده ها میمونه؟ چرا از جمشید شهر ها میمونه؟ چرا از این شاه این میمونه، از اون شاه اون میمونه؟ از پیامبرا چیزی نمیمونه. پیامبرا نیومدین در دنیا قصر سازن، پیامبران نیامدند در این دنیا بازار سازن و در این دنیا شهرهای عظیم دنیا را سازن. پیامبران آمدند که مردم به ایمان نمرند. پیامبران آمدند که مردم هدایت یابند. پیامبران آمدند که اخلاق تربیه و اخلاق آداب مردم لجام شده دستش گیره، مردم به آداب نشوند، مردم بد اخلاق نشوند. امروز با یک پرگی کامل برنامه های زیدی پیامبری پیش میبرن که دیگر برای ما خدا و رسولش لازم نیست. علم جواب همه شمیتی میگه، علم امروزه، علم امروزه که جواب شده چوا پشایمون میشی، عقل امروزه که جواب همه شده چوا پشایمون میشی، برای چی باشم پشایمون میشی؟ چی با که همیروز اکثریت انسان های کاروشون پشایمون هم چوا میشه؟ نه، معلومه که به رسول نمیشه،
به پیامبر نمیشه دای انسان قدی پیامبر روا انسان قدی پیامبر گفتار و زندگی کنه انسان دستش در دامن رسولش باشن که قسم به خدا و پشیمون است دو دیل نمیشه با. معلومه که علم و اخلاق هیچ محل سبب نجات شده نمیتونه هیچ محل سبب نجات فقط وحی الهی و آن انسانی که او را رسول میگن ای جانب الله آمده گیر مورا او نجات میتید اولین ایمان رسول دارن با او رسول الله کتاب آمده قرآن عظیم موشن ای جانب رب من آمده یعنی برادر روی عزیز در اینجا خداوند جدا کردستای اول ایمان رسول جدا کردستای دویم ایمان مومنین خدا را معلوم بده که ایمان رسول و عمل رسول نزد خدا با جداگانه بده انسانه که وقتی که رول رسول بازی میکنه باید جدا کرده باشه انسانه که وقتی که اکنون همچون رسول و وارث رسول میشوه وای برای مکتبش آدمی باید با ارزش باشه وای زیباترین انسان باشه پیامبرا زیبا بودن وای زیباترین لباسا را پوشه پیامبرا زیباترین لباسا داشتن وای باید عالم قومش باشه پیامبرا عالم بودن وای باید با پرگی نفسش در زیر عقلش شرعش متهم باشه پیامبرا بودن انا انسان ها میشوند مجتهد ان انسان ها میشوند یاری رسولاشون ان انسان ها میتونن که مردم نجات تیان هر کسی که قومش غم تیان نفس پرست باشه تن پرست باشه به علم باشه به سواد باشه جهال نادان باشه و چخل مردم نجات میتیان چخل و پیشوا میشوند چخل و ایمان میشوند چخل و مراسم مقصد دیگه موعظه و مراسم جمعه و نمازاشا گذرانده میتونه چخل مردم از او الگو گیره آمن الرسول خدا ایمان رسول از مؤمنون جدا کرده است میگه همه شریعت و قرآنش اول محمد خودش ایمان داره صلی الله علیه و سلام ایمان جدا شده است در اینجا میگه راهبر برای جمعیت این رول کلیدی را بازی میکنه وقتی که ما یک کس مقصد دیگه مخلصش میشیم مریدش میشیم او را دوست میداریم باید او انسان در بین مردم نمونه باشه اخلاقش شیشتنش خستنش لباس پوشیاش گپ زدنش حرکتاش دانه دانه باید فرق نه جمعیت برای که وی الگوی وی کپیه زندگی های ای همو کپیه را گیرن آمن رسول از او بعد از او خدا و مؤمنین همش به خدا ایمان دارن به ملائکه ها آن نیروهای دستندار الهی که امروز تمام فیزیکدان ها او را جاذبه میگن نیروهای جاذبه چیزی را که ای همون آسمان پرتوی اومده در زمین میرسه میگن نیروی جاذبه میگن چخل زمین جذب میکنه کنی نشانته چخل جذب میکنه ما یک نیروی جاذبه را دیده نمیتونیم ایره ما ملائک میگیم ملائکه هایی که نیروهای جاذبه هن نفس میبیارن رزق میبیارن عمر میبیارن عمر میبرن این میکنن هزارها تمام این نیروهای بین زمین و آسمان او را ما عرب چی میگن ملائکه ما میگن فرشته فیزیکا میگن نیروی چی؟ جاذبه ما باید به ایمان بیاریم که اینا حق هستن برادر این آیت های توحید های آخری بخره به توحید تمام می شود اگر ما توحیدامون قوی نباشه خداشناسیامون ملائکه شناسیمون کتاب شناسیمون رسول شناسیمون با از همه چیزی مهم و الیک المصیر ما پیش تو باز می گردیم ایره میگن قیامت ایره چی می گفتیم؟ قیامت همش یک طرف همش یک طرف با اینجا ده و الیک المصیر آخی ما پیش تو میریم اینا میگن قیامت اگر قیامت شناسی ما هم غلط باشه کو عزیزا برای انا همین دین داری ما پیش نمیروه رسول داری ما پیش نمیروه آین داری ما پیش نمیروه اینا را میگن آیت های چی عزیزا توحید به فضل الله فردا با این بحث و مناظره تفسیری مون دوام دار اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین